تو عضو زد چی میداد؟ سری سری صفر. بذار ایکس مخالف زد چی میداد؟ سری 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 منفی. آقا چه ایکسی بذارم این تو عضو زد یا مخالف زد که خروجی مثبت شود؟ هیچی. چه ایکس عضو زد بذارم خروجی صفر میشود که مساوی صفر قبول نیست. چه ایکس مخالف زد بذارم خروجی منفی یک میشود که من مثبت رو بگم قبول نیست. پس دامنه تابع چی میشه؟ دامنه تابع میشه تویی. خب اینم از این آخرین مثل تمرین هم حل بکنیم. بریم تست بزن. تمرین 5 صفحه 3 میگه تابع اف ایکس مساوی قدر مطلق رادیکال برج 3 براکت سینوس ایکس دو منهای 6. توجه توجه، سر جلسه امتحان بودی برای تعیین دامنه به این ترتیبی که میگم عمل میکنیم. برای تعیین دامنه به این ترتیبی که میگم عمل از بیرون میای محدودیت ها رو میشونی. آیا قدر مطلق محدودیت دامنه است؟ خیر. آیا رادیکال برج 3 محدودیت دامنه است؟ خیر. آیا براکت محدودیت دامنه است؟ خیر. آیا سینوس محدودیت دامنه است؟ خیر. پس باید دامنه کی رو حساب کنیم؟ دامنه این رو حساب کنیم. دامنه این برابر چند است؟ در نتیجه دامنه تابع مورد نظر برابر آر است. پس از بیرون که میای ما سه تا محدودیت پس بیشتر نداریم. در واقع توابع کسری، توابع لوگاریتمی، توابع رادیکالی تموم شد و رفت. و دو تا دیگه هم بعدا بهش اضافه میکنم یادتون باشه. این کل محدودیت ها من 5 تا چیز گفتم، دو تا دیگه هم اضافه میکنم میشه 7 تا دیگه. کلا موضوع دامنه بسته میشه. خودت به جاش اضافه میکنم، هنوز زوده بهت بگم. بریم یه دونه تست با هم دیگه حل بکنیم. تست شماره 1 میگه دامنه تابع اف ایکس مساوی رادیکال لوگاریتم سینوس ایکس در یک دوره تناوب کدام است؟ در یک دوره تناوب. من جای شما باشم تو امتحان زیر یه همچین مفاهیمی خط میکشم در یک دوره، زنی که میدانم که الان چی میخواد، دامنه میخواد. پس سوال مربوط به سوال دامنه است. دقیق جهت تعیین دامنه. ببین یاد بگیم این تسالا رو یاد بگیم. ما از این مورد این کار رو میکنیم، کلید واژه سوال تشخیص بدیم، راه حل مربوط به اون کلید واژه رو بدیم. لغت دامنه دیدی در دیوار نگاه نمی‌کنی، جایگذاری مایگذاری رو هم ولش کن. از بیرون شروع می‌کنی محدودیت رو یکی یکی می‌شمونی. از بیرون اول می‌خوری به عبارت رادیکال. وقتی خوردی به رادیکال میگی عبارت زیر رادیکال باید چی باشه؟ باید بزرگتر مساوی 0 باشه. دو می‌خوری به لوگاریتم، باید عبارت زیر لوگاریتم چی باشه؟ بزرگتر از 0. بچه طبق این حرکت نایکیه من می‌دونم که سینوس ایکس باید چی باشه؟ بزرگتر مساوی 10 به توان 0. این 10 دیگه وقتی اینجا باشه 10 به توان 0 باشه. 10 به توان 0 یعنی چند؟ 1. حالا سوال میکنم جواب دست رو بگیر. بین دو تا جواب به دست آمده باید اجتماع بگیرم یا اشتراک؟ آفرین. بینشون باید دقیقا. ببین با خودت حرف بزنی مشکلت کلن حل میشه. با خودت که حرف بزنی میگی هم باید زیر رادیکال مثبت باشه، هم باید جلو لوگاریتم مثبت باشه. وقتی داری بینشون میگی آقا هم این باید برقرار بشه هم این، پس نتیجه میگیری باید بینشون چی بذاری؟ اشتراک بذاری. اشتراک میخوای بگیری تکنیکش به این صورت. فرض کن اینجا این سینوس ایکس، این صفر، این یک. یکی گفته بزرگتر از صفر، اشتراک میخوای بذاری تو یه راستا نکش، تو دو تا راستای مختلفه. یکی هم گفته بزرگتر مساوی صفر. بچا اشتراکشون کجاست؟ اینجاست. میبینی اشتراک تیکه مشترکشون اینجاست که خود این یک هم هست. پس به این ترتیب یعنی میشه سینوس ایکس بزرگتر مساوی یک اشتراکش. بچه آیا سینوس ایکس میتواند خروجی بزرگتر از یک تولید کند؟ میتواند واقعا؟ سینوس ایکس میتواند خروجی؟ خیلی. سینوس ایکس بین منفی یک تا یک میتواند. پس در نتیجه تنها چیزی که میتواند تولید کند سینوس ایکس مساوی یک است. بچه سینوس ایکس کجاها برابر یک میشه؟ تو پی دوم، دو پی به علاوه پی دوم، سه پی به علاوه پی دوم، منفی پی به علاوه. یعنی تو این شرایط پس ولی چون گفته در یک دوره تناوب، یعنی از صفر تا دو پی، یک دوره تناوب یعنی از صفر تا دو پی، در یک دوره تناوب سینوس کجا یک میشه؟ اگه کسی اصلا نمیدونه بچه سینوس پی دوم یک میشه. اینا رو بعدا بهتون میگم. سینوس پی دوم یک میشه در جریان باشه. منظور از تعیین دامنه یعنی حدود x. اینجا یه دونه x هست که همزمان یه دونه x در یک دوره تناوب هست که همزمان هم سینوس را مثبت می‌کند هم لوگاریتم سینوس را بزرگتر مساوی صفر می‌کند.
mà đi làm mà thấy lâu. Mấy hôm đi sắp về rồi, bữa nay chưa đi đây. Mấy hôm đi sắp về, bữa nay chưa đi được. Nắng lên. Nắng không mặn, rốn tí lên trên. Hả? Không. Đài nối không phải chi cả, mình hát nhạc với phim. Ôi trời, nắng.